سرخط مهمترین ها. ما میخواستیم که دکتر شویم، به کشور خود خدمت کنیم، اما حال این زمینه برای ما مساعد نیست. واکنش ها در برابر تصمیم امارت اسلامی. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که دیدار برنامه ریزی شده با امارت اسلامی را در قطر لغو کرده. تجلیل از جشن دهقان در کابل. ملا برادر از آغاز یک پروژه کلان در بخش زراعت در کشور خبر می دهد. به یو دیر استوری او ملی پروژه در پرانیسکیدو شهیزان واسو. در سوی دیگر جشن دهقان اما نمایشگاه محصولات داخلی با حضور پررنگ بانوان تجارت پیشه برگزار شده است. بسیار کم فروشات کردیم و خوش هستیم و تولیدات ما در این مدت یک ماه دو ماه خوب شده. نشست بیجینگ در مورد افغانستان. متقی در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در بیجینگ شرکت خواهد کرد. و خواست آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد. وقت بر شما بخیر. بیننده این ساعت خبری از یک، با من ادریس فاروقی هستید. شمار از فعالان زن، آموزگاران و دانش آموزان در کابل در واکنش به تصمیم امارت اسلامی در مورد بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صف ششم در افغانستان دست به اعتراض زدند. این معترضان از امارت اسلامی می‌خواهند تا هر چه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صف ششم در سراسر کشور باز کنند. در این حال 10 کشور از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه از امارت اسلامی خواستند که در مکتب‌ها را برای همه دختران باز کنند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع بستن مکتب‌های بالاتر از صف ششم برای دختران را بررسی کند. از سوی خبرگزاری رویترز با نقل از منابع از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که امریکا در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صف ششم در افغانستان نشست‌های از پیش برنامه ریزی شده با امارت اسلامی در دوحه را لغو کرده است. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. هلناز دانش آموز صنف ششم مکتب که اول نمره صنفش نیز است، میگوید کوکنون با بازگشایی در مکتب ها خوشحال است. ما میخواستیم که دکتر شویم. اما وی با اوج از ناامیدی از اینکه فقط تنها امسال اجازه رفتن به مکتب را دارد به شدت نگران است. او میگوید که پس از آن دیگر نمیتواند هم مانند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب حضور یابد. این دانش آموز همچنان از امارت اسلامی میخواهد که آینده آموزشی دختران را از حالت ابهام و بی‌سرنوشتی نجات دهد. ما صنف شش هستیم، شروع هستک، اما بسیار در پاریس جگرخون هم هستیم، غصه هم میکنیم بخاطر چون سرنوشت ما معلوم نمیشه بعد ازی. ما میخواستیم که دکتر شویم، به کشور خود خدمت کنیم، اما حال این زمینه برای ما مساعد نیستک، چون که چرا برای بچه ها مکتب ها باز است و برای دخترها محدود است. تخمینه دانش آموز دیگر است که حالا از رفتن به مکتب باز مانده است. او میگوید که تمام رویاهایش به باد فنا رفت. بسیار آمادگی گرفته بودم، کتابچه، قلم، همچنان هر چیز خریده بودم، بسیار جگرخون کننده بود. این اقدام تازه امارت اسلامی مبنی بر بسته ماندن مکتب‌های دوره لیسه و متوسطه واکنش‌های تند را در سطح ملی و بین المللی نیز به همراه داشته است. 10 کشور از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه از امارت اسلامی خواستند که مکتب‌ها را برای همه دختران باز کنند. قرار است شورای امنیت این سازمان موضوع بستن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران را بررسی کند.
پیام ما روشن است. همه دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند که بیش از 1 میلیون دختر در افغانستان در این هفته در خانه هایشان گریه کردند و شورای امنیت نمیتواند آنها را ناامید کند. در همین حال ده ها تن از باشنده های کشور به شمول آموزگاران زن و دانش آموزان دختر بامداد امروز در واکنش به مسدود ماندن مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم در جاده های پایتخت دست به راه پایمایی زدند. این معترضان با نشر قطعنامه از امارت اسلامی میخواهند که هر چه زودتر دروازه های مکتب ها را بر روی دانش آموزان دختر در سراسر کشور باز کنند. اعتراض امروز ما به خاطر حق طلبی، به خاطر در باز شدن مکاتب بود و خواست ما، توقع ما از حکومت امارت اسلامی همین بود که در به مکاتب که در دروازه علم و دانش و معرفت و روشنایی است دروازه ها را پس دوباره باز کنند. از سوی هم خبرگزاری رویترز به نقل از منابع از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که امریکا در واکنش به مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشست‌های از پیش برنامه‌ریزی شده با امارت اسلامی در دوحه را لغو کرده است. قرار بود نمایندگان ایالات متحده و هیئت امارت اسلامی در دوحه روی رسیدگی به مسائل عمده اقتصادی با هم دیدار و گفتگو کنند. بسته شدن مکاتب دوشیزگان در افغانستان بسیار یک ضربت کوبنده می داشته باشه متاسفانه برای کشور. از جنوب تا شمال کشور، از شرق تا غرب کشور، همه مردم برای دخترای خود تعلیم می خواهن. و قطر، ترکیه، اندونزیا، کشورهای اسلامی همگی گوشزد کردن که باید حق تعلیم که یک حق اسلامی است و تمام دخترها بدون حدود باید یک اجماع جور شود. اجماعی که از بین زنا، از بین امی فمینیست موومنت ها جور شود به خاطر دفاع از حقوق زن افغان. طالبا خود دقیق در حالت قرار میتن با این کارهای خود، با این محدودیت های خود در جایی که در سال 2001 قرار داشتن. امارت اسلامی تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته است. این در حال است که در تازه ترین مورد وزیران خارجی 16 کشور گفتند که از محرومیت دختران افغانستان از دسترسی به حق آموزش به شدت ناامید شدند. آنان از امارت اسلامی خواستند که تصمیمشان مبنی بر منع رفتن دختران به مکتبها را لغو کنند. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس وزیران، از آغاز یک پروژه کلان در بخش زراعت در کشور خبر می دهد. آقای برادر امروز در مراسم جشن دهقان در کابل می گوید که با گشایش این پروژه نصف زمین های کشور از آب بهره‌مند خواهد شد. همزمان در بخش از برنامه جشن دهقان به هدف پشتیبانی و رشد محصولات زراعتی، یک نمایشگاه محصولات داخلی و زراعتی از سوی بازرگانان و سرمایه گذاران نیز به نمایش گذاشته شد. اسدالله حکیمی با جزئیات بیشتر. جشن دهقان و نمایش تولیدات داخلی. این جشن امروز در کابل به گونه ویژه برگزار شد. هدف از برگزاری این جشن پشتیبانی از محصولات زراعتی گفته شده است. حالین وکلا هم دیگه وضعیتش خوب است نسبتا. خوب است، مگم صرف مشکلات ما اینمی صادرات است. دیگه جدا از صادرات اینمی که تولید میشه به نام دیگه کشوری همسایه صادر میشه، اینی مشکل است. دیگه امی سیستم پول که نمیه برای ما اینی مشکل است. محصولات زنبور اصل، از اصل، گرده گل، پراپولیز یا برموم، موم، اینا را این زنبور دارای خود اعضای عضو بگم انجمن که است، اینا را تولید میکنم در قسم هدی تکثیر خود زنبور و در قسمت نسلگیری و در قسمت پروریش ملکه اینا کار میکنند. در این مراسم ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران، از آغاز یک پروژه بزرگ زراعتی در شمال کشور در آینده نزدیک خبر میدهد. به گفته ملا برادر، با گشایش این پروژه نصف زمین های کشور از آب مستفید خواهد شد. چه پراتلون که نزدی اورازو که با افغانستان که در زراعت با برخه که
د یو ډیر ستری او ملي پروژه د پرانیستکېدو شاهدان واسو او دا به ان شاء الله نه میاشتې ونیسي او نه به هفتې ونیسي کېدلی شي چې دا پرانیستله په شمال کې ویسي د خیره. همزمان بر بنیاد آمار وزارت زراعت در سال جاری 25 میلیون نهال مثمر و غیر مثمر در کشور غرس شده است. سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری از سرمایه گذاران و بازرگانان کشور می خواهد که در بخش زراعت سرمایه گذاری کنند. او همچنان تاکید دارد که در رشد تولیدات زراعتی و خودکفایی کشور در این بخش با دهقانان همکاری کرده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. من به حیث مسئول وزارت زراعت از سرمایه گذاران کشور و تجاران ملی و بین المللی کشور دعوت به عمل می آورم بیاین در بخش زراعت و مالداری سرمایه گذاری کند و تسهیلاتشان را ما فراهم می سازیم. در این میان شماره از دهقانان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که برای رشد سکتور زراعت در ساخت زیربناهای زراعتی، ایجاد کانال‌های آب و مدیریت آب توجه جدی کنند. دو نکلونه در شل کالا کار وسه خو زیربنا جوړه نسوله. په زیربنا کې مهم دی منګه بندونه باید جوړ سی، کانالونه را جوړ سی، ویالې او کاریزونه را جوړ سی او ور سره و به مهار سی دی منګه باید. جشن دهخان همه ساله در دوم حمل برگزار می شد. امسال اما زمان برگزاری این جشن به پنجم حمل انتقال یافته است. سرپرست وزارت خارجه در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در بیجینگ شرکت می کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید که وانگی وزیر خارجه چین در سفرش به کابل رسما از آقای متقی برای شرکت در این نشست دعوت کرده. نشست وزیران خارجه روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی قرار است چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در بیجینگ برگزار شود. وزیر خارجه پاکستان در این نشست حضور می‌یابد، اما وزیر خارجه هند می‌گوید از او برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. سهیلا یوسفی. کشور چین سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری دو نشست جداگانه را برای افغانستان میزبانی خواهد کرد. نشست اول در سطح وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار خواهد شد که در آن وزیر خارجه روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی حضور می‌یابند. نشست دوم هم یک روز پس از این نشست برگزار خواهد شد. نمایندگان از کشورهای روسیه، چین، پاکستان و احتمالاً ایالات متحده در آن شرکت خواهند داشت. دو نشست قرار است در 30 و 31 مارچ در چین برگزار شود که در آن از روسیه هم دعوت شده است. در این نشست فرصت زیادی برای گفتگو میان وزیران خارجه همسایه افغانستان درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و بشری این کشور فراهم خواهد بود و گام‌هایی در راستای هدف‌های مشترک برداشته خواهد شد. سرپرست وزارت امور خارجه سوی امارت اسلامی در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در بیجینگ شرکت می کند. سخنگوی وزارت خارجه در توییت تایید می کند که وانگی وزیر خارجه چین در سفرش به کابل به گونه رسمی از آقای متقی برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. وزیر امور خارجه هند پس از دیدار با وانگی، وزیر خارجه چین به رسانه‌ها گفته که از او برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. نشست که قرار است برای افغانستان در بیجینگ به میزبانی چین برگزار شود، بله، در آن از هند دعوت نشده است. اما نشست‌های سوم و سی‌ویکم ماه مارچ در بیجینگ چه تفاوت با نشست‌های قبلی برای افغانستان دارد؟ تلاش‌های گسترده و وسیع در سطح ملی و بین المللی در سطح همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه‌ای از 7 ماه گذشته تا به حال به صورت جدی ادامه داشته، اما با تأسف که ثمره عینی برای مردم افغانستان نداشته و مردم افغانستان نتیجه مذاکرات و نشست‌های مکرر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به عینه مشاهده نکردند.
به تازگی وزیر خارجه پاکستان گفته که باید برای به رسمیت شناختن دولت تازه افغانستان یک اجماع منطقه‌ای شکل بگیرد. با این حال دیده شود که به جنگ برای افغانستان تا چه حد میتواند در این راستا مؤثر تمام شود. همزمان با برگزاری جشن دهقان در کابل، 26مین نمایشگاه تولیدات زراعتی نیز با حضور پررنگ به عنوان تجارت پیشه برگزار شد. مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند که نزدیک به 270 غرفه از محصولات داخلی کشور به هدف بازاریابی و رشد محصولات داخلی به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه تا 3 روز ادامه خواهد داشت. در این میان بیش از 50 بانوی تجارت پیشه در این نمایشگاه محصولات تولیدیشان را به نمایش گذاشتند. اسدالله حکیمی. جشن دهقان امسال به گونه ویژه برگزار شد. در بخشی از این جشن بانوان تجارت پیشه محصولات تولیدیشان را به نمایش گذاشتند. اینجا در 26مین نمایشگاه تولیدات زراعتی بانوان هم حضور پررنگ دارند. آمنه از بانوان تجارت پیشه است که محصولات تولیدیش مانند لباس گند افغانی را اینجا به نمایش گذاشته. او که به بانوان بی‌بضاعت زمینی کار فراهم می کند، از کمرنگ شدن بازار تجارتش شکایت دارد. کم کم کرونا آمد، از کرونا پاس گردوادی هست، کارای ما برشکست شد. خدا را شکر عالم اعتماد به نفس از دست ندادیم. کار منم در یک گولی رو گرفتم، من منجی بخش خانم را کار منم، تعدادی صد خانم آلم فعال کار منم. آسمه بانوی تجارت پیشه دیگر اما می گوید که با کمرنگ شدن بازار برای فروش او ناامید نشده است. او از بانوان تجارت پیشه می خواهد که به فعالیت هایشان ادامه دهند. قبلا خب تولیدات ما بیشتر خوب بود و فروشات ما خوب بود، بخصوص در نمایشگاه که اشتراک می کردیم و فعلا هم که تازه افتتاح شده نمایشگاه تا فعلا خب فروشات نکردیم، بسیار کم فروشات کردیم و خوش هستیم و تولیدات ما در این مدت یک ماه دو ماه خوب شده. ما به خانمایی که بخصوص خانمایی که دفتن آمدن و ناامید شدن و جوازای خود لغوه کردن، جوازای خود کنسل کردن، پیام ما به او خانمایی است که با بسیار کوشش کرده بودن که تا یک شرکت بسازن و بسیار ناامیدانه رفتن و شرکت خود استاپ کردن. از او خواهش میکنیم پس دوباره جوازای خود بگیرن. مسئولان برگزاری این نمایشگاه میگویند که نزدیک به 270 غرفه محصولات داخلی از جمله 57 غرفه ویژه بانوان تجارت پیشه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. ما امروز آمدیم به این نمایشگاه، مثل سالهای قبل همچنان برگزار شد و آمدیم چیزای خوبی را دیدیم و چیزای صنعتی را از زراعت که کشور خود ما را با دست خود آمده کرده. که نندرتون که دلتا 240 شبیت غرفه مجله رو و آقا مرتول و خصوصی شرکتون و دغه رقم لاسی صنایع والا او هغه همکاری موسسه چې د بزګرانو د کرنې په برخه کې او د مالدارانو د مالداری په برخه کې هغه ته ورکړی دی په کرایه باندې. در سالهای پسین تولیدات داخلی رشد چشمگیر داشته، اما نبود امنیت و بازار از موانع عمده جلب سرمایه گذاری در این بخش بوده است. انتظار می رود پس از این تولیدات داخلی رشد گسترده یابد. وزارت انرژی و آب می گوید کار ساخت 3 بند بزرگ کشور را از سر گرفتند. سرپرست این وزارت از رهبری امارت اسلامی می خواهد با منظور مدیریت آبهای کشور این وزارت را پشتیبانی مالی نماید. مسئولان وزارت انرژی و آب، آب را یک منبع مهم و حیاتی دانسته و میگویند مدیریت آب بدون در نظر داشت جلوگیری از صرفه‌جویی ممکن نبوده و برای جلوگیری از صرفه‌جویی آبهای کشور باید تدابیر پیشگیرانه در نظر گرفته شود. گزارش از بشیر احمد شیرزاد. گرامی داشت از روز جهانی آب. شماری از مقام‌های امارت اسلامی با حضور داشته برخی سفیران کشورهای همسایه و دیگر نهادهای حکومتی اینجا در وزارت انرژی و آب از روز جهانی آب تجلیل کردند. سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید کار ساخت بند کجکی ولایت هلمند، بند شاه و عروس ولایت کابل و بند کمالخان ولایت نیمروز را از سر گرفتند و از تلاش ها برای آغاز کار روی پروژه های بزرگ آبی دیگر نیز خبر می دهد. البته
سربیر کردی که افغانستان اسلامی امارات مشرقاوه سخا هیل دارو چی دیتر کشان دیدی ملی شمانی بسالی مدیدیت که نموم مادی و معنوی ملاتر رو کردی ترسو او پراشو دی افغانستان او بینیز سرچینی دیدی هواد سبحانه سبحانه در برمختی ها که برخی که فکرشکن مدیدیت رو. برخی اشتراک کنندگان این برنامه میگویند ضایعات آب شیرین در کشور بلند بوده و مدیریت آب بدون در نظر داشت جلوگیری از صرفه‌جویی ممکن نیست. آینده محققین متخصصین پیش بینی کردند که منازعات زیاد در سطح جهانی سر آب خواهد بود و ما افغانستان، ما افغان ها، خاک ما خوشبختانه که دارای منابع طبیعی فراوان آبهای شیرین، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی داریم. بیاین که از این باج حسن استفاده کنیم، از اسراف جلوگیری کنیم. مسئولان اداره ملی محیط زیست هم میگویند تغییرات اقلیمی زیادی در افغانستان به وجود آمده و نهادهای جهانی زیر نام صندوق سبز اقلیم کشورهایی را که مبنی بر تغییرات اقلیمی متاثر می شوند را کمک مالی می کنند. چه در اوبو سکتور تورکوی، در زراعت، در ترانسپورت، در حوادث و نور و برخو تا در پیسیشتا. مغلق دی، زخت دیر کار تا ارتیا لاری، دیر زیاد تلاش تا کار لاری. ایوه پروژه چه ما در 50 میلیون در تاو و شاید دری کالا چلور کالا کار تا ارتیا و لاری. زکا جنجالی دا پروسه ور تا دیر مغلقه کردی دا. اما شتادی ال تا دا پیسه، او دا امکانات. شماری از اشتراک کنندگان دیگر هم برای جلوگیری از صرفه‌جویی و مدیریت آبهای کشور پیشنهادهایی دارند. از جمله اعمار بندهای کوچک ذخیره‌ای، جلوگیری از اعمار ساختمان‌های خودسر و راه اندازی کمپاین جهت غرس نهال در سراسر کشور. آل هم چند خبر کوتاه از جهان. ایالات متحده آمریکا بر شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار وارد می‌کند تا تعزیرات بر کره شمالی را به خاطر آزمایش راکت‌های قاره‌پیمای بالستیک بیشتر ساخته و تازه نماید. لیندا توماس گرینفیلد فرستاده آمریکا در سازمان ملل متحد این تصمیم را در نشست اعلام کرد که درباره این آزمایش کره شمالی برگزار شده بود. خانم گرینفیلد درباره این طرح که هدف آن توقف منابع مالی برنامه راکتی پیونگیانگ بود جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک روز پس از حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو، عربستان سعودی روز شنبه در نامه به سازمان ملل متحد خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت شد. عربستان در این نامه حوثی‌ها را تروریست‌هایی که مورد حمایت ایران هستند توصیف کرده و خواهان محکومیت حملات موشکی آنان شده است. در فاصله 5 روز پس از حملات هوایی ترکیبی حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان، عصر روز گذشته یک انبار نفتی عمده در شهر جده مورد حمله این گروه شبه نظامی قرار گرفت. مقامات سعودی با تایید این حملات از اشاره به نوع حمله و تسلیحات مورد استفاده در این حملات خودداری کردند. در حالی که عربستان از حوثی‌های تروریست مورد حمایت ایران انتقاد کرده است، در تهران برج آزادی روز جمعه با پرچم یمن و رهبران حوثی‌ها نورپردازی شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید از آغاز تهاجم روسیه بیش از 70 حمله مجزا به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و پزشکان در اوکراین انجام شده است و آمار حملات اینچنینی روز به روز بیشتر می‌شود. این سازمان میگوید هدف قرار دادن مراکز درمانی به بخشی از راهبرد نظامی دوران امروز تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید در 72 حمله جداگانه دست کم 71 تن کشته و 37 تن زخمی شدند. این سازمان همچنین موارد از ربوده شدن یا بازداشت محتمل کارکنان بخش درمانی و بیماران را ثبت کرده است. در مهمترین های ورزش امروز هم از ادامه رقابت های آسیایی هندبال ساحلی در ایران، رقابت های پنج جانبه تدارکاتی کانگ فو در بلخ، از مراسم اهدای جام فصل نخست لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و همچنان رقابت های لیگ حرفه‌ای بسکتبال امریکا هم خواهیم گفت. جزئیات بیشتر این همه در این بسته.
تیم مهاجران هندبال افغانستان در ادامه رقابت‌های آسیایی این رشته برابر پاکستان شکست خورد. بازیکنان هندبال ساحلی کشور مقیم ایران در سومین دیدار رقابت‌های آسیایی این رشته در برابر پاکستان به میدان رفتند که سرانجام این بازی را با نتیجه 2-0 به هندبال بازان پاکستانی واگذار کردند. رقابت‌های آسیایی هندبال ساحلی با شرکت 12 تیم به میزبانی ایران در حال برگزاری است. رقابت‌های پنجانبی تدارکاتی کانگفو با شرکت ورزشکاران این رشته تحت نام جام گل سرخ در بلخ به پایان رسید. مسئولان فدراسیون کانگفو گفتند که در این رقابت‌ها ورزشکاران بلخ میزبان سمنگان، فاریاب، تخار و کابل شرکت داشتند و برای یک روز برابر هم روبرو شدند. این رقابت‌ها که در رده‌های سینی گوناگون میان کانگفوکاران 5 ولایت در شهر مزار شریف راه‌اندازی شده بود، در بخش بزرگسالان این رقابت‌ها مبارزان سمنگان جام قهرمانی را به سودشان کسب کردند و در بخش جوانان کانگفوکاران بلخ به سکوی قهرمانی ایستادند. مسابقات دوستانی کانگفو با شرکت بیش از 50 ورزشکار تحت نام جام گل سرخ از سوی فدراسیون این رشته بر میزبانی بلخ در حال پایان یافت که پیش از این مسئولان فدراسیون کانگفو رقابت‌های انتخابی این رشته در ولایت‌ها را پیگیری کردند. مراسم اهدای جام قهرمانی فصل نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در قندهار برگزار شد. مسئولان فدراسیون فوتبال گفتند که مراسم اهدای جام فصل نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال کشور با شرکت مقام‌های تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در ورزشگاه احمدشاهی قندهار برگزار شد که جام این رقابت‌ها به گونه رسمی به تیم فوتبال سرخپوشان هرات اهدا شد. سرخپوشان فوتبال هرات در این رقابت‌ها در 11 بازیشان با کسب 27 امتیاز قهرمان نخستین دور فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال کشور شناخته شدند. تیم استقلال کابل هم ردی دومی را به دست آورد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.